در هر لب که خنده عیان می شود، در هر لب که خنده عیان می شود، گر باشد آدم پیر جوان می شود. سلام هموطنان عزیز، در هر گوشه از کره زمین که هستین جور و سلامت و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین، با حال اولادتان جور آرام باشین. صحتمندی شما، آرامی شما آرزوی ماست. ما در یکی از پارکای هندوستان هستیم که این پارک خصوص افغان ها است و افغان ها بیشتر می آید. یک خوبیشی است که تکت نمی گیره و بسیار یک فضای خوب داره. صبح وقت که جبه ما دوش میکنم، ماشاءالله افغان های ما بسیار زیاد هستند که همه ایشان دوش میکنن صبحانه و ورزش زامن صحتمندی انسان است. و این پارک هم من دیدم و یکی از خاطرات مرا انداخت که و این پارک انسیتی مرا به یاد از 35 سال پیش انداخت. شاید بگویی که آقا بیادر، خود چند سال هستی که تو را به یاد 35 سال پیش انداخت؟ این شاید یک سوالی باشه که در ذهنتان بگرده، ولی ما یک پیج از به نام افغانستان قدیم، ما او را دائم وقت لایک کردیم، فالو میکنم و در او پیج از افغانستان قدیم نوشته است، دائم وقت سابق مندازه ویدیوها را، حکسها را که پارک شارنو ما همون یک پارک بود، چقدر منظم بود. مثلا مثل همی جواره که یک پلاستیک، یک قوطی نوشابه چیزی نمیافتی، باغبان داشتیم، کار میکرد، خدمت میکرد، عشق به وطن داشت. امروز از پارک شارنو ما پودری خانه جور شده و جای به دوش نیست. چی والا دوش کنی؟ صبح کی وقت دوش کنی؟ موبایل تا میگیرن؟ یک چارپک بردی که یک شیر بخوری او رو از پیشت میگیرن دیگه. با امید از اینکه افغانستان عزیز ما آرام شد و همگی در صلح آرامی زندگی کنه. و یک چیز از یادتان نره که پشت هر تاریکی یک روشنی است. از خداوند امید داریم یک روز شب بخیر که افغانستان و عزیز ما باز هم با حالت سابقش بر بگرده. و حال میریم با افغانای عزیز ما که در این پارک هستن مصاحبه. و دوست عزیز، همین افغان های ما قدرتی خدا که این ببینی شناخته میشه که افغان ما هست، یک نوری از در روح افغان های عزیز ما که این ببینیمش فهمیده میشه که افغان ما هست. افغان ما با اطفال خدا اینجا نشسته و مصاحبه میداشته باشه. سلام علیکم. بزرگوار خوب هستی؟ بخیر ساعت خوب جان جور خوبه. سلام علیکم قند کاکاش خوب هستی؟ سلام خوب هستی؟ بخیر. سلام علیکم بابا، خوب هستی؟ بخیر. ساعتت خوب است؟ چیال داری؟ خیرتی است؟ ساعتت خوب جان جور؟ خوب هست ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی. سلامت باشی. بخیر. اسم مبارک؟ اسم من محمد محسن. محمد محسن جان چیال داری؟ مسیح شکر فضل خدا، بخیر باشی. بخیر میبینیم شما. سلامت بخیر باشی. سلامت باشی. بخیر باشی. نام بچه ای بچه کتا؟ میلاد جان است. بیا میلاد جان، قندامه که چی است؟ محمد میلاد. محمد میلاد. ای هم دخترک تا؟ دخترک. نام چی است؟ ایشوا. ایشوا محمد میلاد ایشوا. و هی هم پدرش. بزرگوار اسم مبارک خودت؟ نام من فتح احمدی. فتح احمدی برادر ما. زنده باش. خوب هستی؟ خودت هم در این زندگی میکنی؟ در این زندگی میکنم. شکر سلامت باشی، از دیدنت خوش شدم. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. از کارا و از کارکردات بسیار خوش هستم. خدا کنه که در آرامی شود دولت ما یگانه و امنیتی بیاد. آه بخیر. تو رو به چوکی بلند ببینیم که یک وزیر باشی که در وطن دولت خدمت میکنیم. خدا تو را عزت بده. دل سوزی که داری دیگه می خبر افغان ها رو دمیجه میگیری، افغان ها زاتر خوش میشن، زاتر می شما رو میبینه، خصوصا در یوتیوب که شما رو میبینه، بچه ها میبینه، دخترها، جوان ها، بری سفیدا زیاد خوش میشن. دیگه بچه ها که امروز خودت دمو امروز گزارش که دو جور کرده بود در نانوایی دیگه خود شاید خودت قصه کنه. همین تلفن دمی دستش بود، عاجل کرده که امی گزارش که دید تلفن ماند و دویده دویده رفت. ما رو خواستیم چی گپ شد، پس آمد میگه آقا بدر بود. ما گفتم بخو بچه‌م خوشحال گفتم چند روز پیش نشد شده بود. این فکر خیلی لایک بزن بود. خب برنامه می‌بینی میلا جان؟ ها می‌بینم.
آفرین آقا میلاد، ماشاءالله بچه با استعداد است. تا صنف چند خواندی میلاد جان؟ صنف 3 بودم، باز کرونا آمد، باز حالا صنف 4 شد. خانه کرونا خراب شد کل را. آبا خدا دیگه آمده به خاطر از این شرایط افغانستان مقدار خراب بود. دیگه اوضاع خراب بود، 3 سال میشه که قریب 3 سال است. 3 سال از اینجا هستیم. کی سنداختی خود؟ دیگه آمدیم با این امید، آمدیم شرایط افغانستان خراب بود. دیگه بچه کم درس میخونده بود، شرایط افغانستان مناسب نبود دیگه به شکل چی. دیگه بازی جا آمدیم به خاطر می اولادا و به خاطر می چی اوضاع افغانستان خراب بود، به خاطر تحصیلشون آمدیم، به خاطر جان حفاظت جان خود آمدیم. دیگه فقط ما از خداوند آرزو داریم، دعا میکنیم که وطن ما آرام شه و بخیر. دیگه وطن آرام شه پس میریم به وطن خود میریم. دیگه امید وطن است که درد وطن بسیار چی میکنه، یعنی چی است که دهن نیست، هر چیز است. یگانه چیزی که هر کسی که است فقط وطن. اگه پرنده هم باشه محیط که حساب در قفس طلایی که پرتیش که برش خوراک صحیح بتی که آزاد نباشه. دیگه ما اینجا از دلتنگی میم والا یگان روز. دیگه یگان روز میم والا دارم گرفته میاریم یگان وقت روزا یک شنبه باز اینجا افغانو زاتر میان. ها امید خانما و مردای گپا به خاطر دلتنگی دیگه چی نداره. چی است خب که هر انسان به تفریح ضرورت داره. بله. فکر کنیم خارجی اگه یک هفته کار میکنن روز یک شنبه خود تفریح مبرن، امی مغزشان آرام میشن که تمال اولادشان. بله. پس به می حساب بابای تو خود جوانیت مثلا در افغانستان تیر شد نه؟ از جوانی هایت قصه کو که آیا اما تو اما جوانی چی قصه کنم؟ از جوانی که من خود سند جوانی رسیدم که جنگ و جنجال شد از زمان بابرا کاربل. در وقت جوانیم بود که تا این زمان ما یک دم اینمی جنگ و جنجال و جنگ و جنجال و جنگ و جنجال یک روز خوش ندیدیم. ها. یک روز آزاد تیر نکنیم، یک روز خوشی تیر نکنیم در خوشی زندگی کنیم. راست میگی بلا. داشتگی و نداشتگی ما کلیش در دوران طالب بدر شد. یک جای نداریم امروز، ارمان بدیل ماست یک قربستان نداریم. قربستان میگه. امروز اینمی چه که مردم افغانی فوت میکنه اونجا 20,000 قربستان جایش میخره خواب است. افغانی ها که جفاوت میکنن قبرستان خریدن میشه. بله 20,000 میخریم ما رو مجا پیش سری سیدوا قبرستان میخریم. او هم دیگه تو وقت نداره، فقط یک دو سال بعد بری که چپ پس تخریب شده. تخریب شده کدام مواد میزنن چی میزنن دیگه باز این چی میکنن. یعنی قبرستان نداریم، اربان بدیل هستیم که قبرستان نداریم. خدا کنه که روی مجبوریت هست مردم. مجبوریت یک نفر در هندوستان گیر نمیکنه، یک نفر در خارج گیر نمیکنه، اما شب روز خارج میکنه. و دوستای عزیز ای گزارشه که ما مثلا به شما میتیم هزوتل افغانی ها از یا کسایی هستن که دمی سرمایه گذاری کردن، شکر خدا یک در سرمایه دارن. بله. کسایی است که به خدا به نان خوردن محتاج است. بله. و اگر شاید این برنامه مرا در سازمان ملل ببینه، اگر شاید ببینن افغانایی که در سازمان ملل هستند، من این گفته اینه براتان دارم، بیایی به خاطر خدا افغانایی که بی سرپرست در هندوستان هستند از یا باز پرس کنید. بله پرسان کنید. افغانا بسیار محتاج است دیگه. بسیار والا اگه یک نفر پرسان کرده باشه که همی افغانی اینی از دلتنگی گفتم اینی پارک هست، اینی فقط اینی خداوند است، اینی پارک هست، اینی پارک هست دیگه. پارک ها قرنطینه است، کل جای بسته هستن. یگانه پارک است این رو به خاطر بند بود، این پارک بند بود به خاطر که مردم ها ورزش میکنه صبحانه و به خاطر ورزش کردن است. صرف اگه صاحب ورزش کردن نباشه این پارک هم بسته میشه به خاطر ورزش. یک پای اگر مردم به صاحب چی میکنه دیگه نیتو مشکلات ها است. دیگه از خداوند دعا میکنیم که وطن ما آرام شود، درد وطن دیگه بیا با امید از اینکه به خیر آرام شود. من گفتم یک پیج از بنام افغانستان قدیم، تو باور کن که 35 سال پیش عکس پارک شارنو انداخته بود، تو باور کن کمت بود. بله وانه پارک شارنو بسیار خوبش بود. حال سعی کنی کلش متودین از کلش پودری و نموجا با همو پودری هم که چی شده با همو شرایط سرشان افغانستان سینما رو هم زد بیرون کرد. او سینما هم خراب شد. وطن که خراب باشه، خب محیط خراب باشه، هر کس تفریح نیاز داره. اما مردمایی که پودری هم شده امروز شرایط هم رقم ساخته شونه. رنج مصیبت و جنگ یه پا آدم هم بیا خیر باشه. خلالا چی گفتنی داری و دوستکایت که خودت هم یال در یوتیوب میبینن در چینل خنده؟ من چیز گفتنی دیگه ندارم. فقط جور سلامت باشن؟ جور سلامت باشن. آه اینالی رتمن از میگیری در فیسبوک چیار میکنی دیگه؟ خب اینالی خورک ما تا مکتب میخوندی؟ مکتب میخوندی؟ وقت میشه خب دیگه تعطیل شد. دست فری بود که باز در یک بره. بدبختانه که آمدیم زبان هندی یاد نداشتن. یک ذره مشکل چی بود؟ حالا فضل خدا زبان یاد گرفتن، مگه حالا زبان یاد گرفتیم که مکتبا شروع شود.
این یگانه مشکل ما که به سبب چیز که میاد درس بخونه الان از ما خود تیر شد ما خود به هر مشکل به سبب مشکلات و زندگی خود به یک شکل چی کردیم گایندی از میاد داخل زرد راست میگی بله خود تیر شد بیا توکل به خدا انشالله خدا مهربان است و خوارک ما پیامت به دیگه خوارک ها چی است که میال خودت میبینن در چین علم در افغانستان میبینن هم در خارج در کل جایی بکشیتون درس بخونن درس بخونن درس بخونن به احترامی پدر مادر نکنن هنی؟ گفت پدر مادر خدا کنن هنی بیلا جان آفرین بیا خیر باشه با امید از این که افغانستان ما آرام شد و واقعیت ما که افغان های خودم میبینم در این پارک در جمعه باشن این پر بالم واز میشه آه چطوره بعد اقلا ما شما رو دیدیم از مدرای دور پر بالم واز شد خدا خیر دیگه بخیر باشی آقا بدر سلامت باشی خدا جانت تجور داشته باشه که خدمتی که ما میبینیم که یکان کمک هایی که به نیازمندان میکنی به فقرا میکنی دیگه ما خوش میشیم دیگه افتخار میکنیم که یک افغان و یک دلسوز است که حداقل در افغانستان خدمت میکنه این میگه که درد دل ما را برای یک افغان دیگه میرسونی این میگه بسیار کلام گپ است بخیر باشی و ما جا داره که تشکری کنم از دوستایی که در خارج افغان ها هستن جسم من دوجه هستن روح در افغانستان بله پیسه روان میکنن کمک میکنیم ما تا جایی که دست ما میشه با بای دریغ نمیکنیم بخیر باشی سلامت دیگه انشاءالله با امید از این که کمک ها من میگم که تو بخیر اگر دنیا آرام شد در افغانستان آرام شد میتونم به صفت یک وزیر یک وزیری سیاتی ما باشی که در ملت خدمت کنی در مردم خدمت کنی همینطور خدمت تو که مدا تلویزیون ها میگرم در برنامه ها میگرم از اول تا آخر دیده آمدیم خدا خیر تو یک وزیر سیاتی ما باشی که درد مردم تشخیص کنی خدا خدا وطن ما و شما در چنگ تاخیر اشغال شده وطن دیگه خدا بخیر سلامت باشی و دوستای عزیز هی بود گزارش امروز بابای پیش بیا که تو فاصله داری مرا خوشم نمیاد فاصله داشته باشید انشالله که تا فردا شب که بازم در خدمت شما قرار میگیریم تشکری میکنیم از دوستای چینل خنده را سابسکرایب لایک میکنن یک دنیا تشکر وقت خوش بای بای کلاگی ما